همیاری 24 با سیمای آزادی. سلام و درود خدمت شما هموطنان عزیز و همیاران سیمای آزادی. از این ساعت در خدمت شما برنامه رو ادامه میدیم. این بخش از برنامه‌مون ارتباطمون برقرار هست با هموطنان و اشرف نشانان عزیز در آلمان، شهر برلین. سلام میکنم خدمت شما. امیدوارم که ارتباطمون برقرار باشه و بتونیم صحبت‌های شما رو بشنویم. سلام دارم خدمت شما. امیدوارم صدای ما رو داشته باشیم. فردین هستم از برلین. بسیار بسیار خوشحالیم که در همیاری قیام در جمع دوستان و یاران مقاومت دوستانی را همراه داریم که اکثرا در ماها و سالهای اخیر مجبور به ترک ایران عزیز شدند. اینها دوستانی هستند که در کنار ما هستند و البته مطلع شدیم که جوانان مشتاق بیشتری بودند، ولی متاسفانه استودیوی ما گنجایش بیشتری نداشت. امیدواریم در برنامه‌های بعدی بتونیم در کنار اون عزیزان هم باشیم. حتما. از طرف جمع حاضر در اینجا به مسئولین محترم سیمای آزادی، به برگزار کنندگان پروژه بزرگ همیاری سلام میکنیم، خسته نباشید میگیم، خدا قوت میگیم و دست مریضات. همچنین اگه اجازه بدین از برلین گرمترین سلام ها و درود هایمون رو به شهرهای شورشی و کانونهای شورشی تقدیم میکنیم. به همه اونها افتخار میکنیم. نکته ای بود، سوالی بود که در قیام ها به اون اشراف پیدا کردیم، که چرا مجاهدین در همه اطلاعیه هاشون می نویسند به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. اشراف پیدا کردیم که مجاهدین تنها کسانی هستند که عمیقا به این مردم و قهرمانیشون اعتقاد دارند و باید و واقعا در این قیام این قهرمانی ها را به چشم دیدیم. اگر موافق باشید برنامه‌مون رو با احترام به بیش از 1000 شهید قهرمان قیام شروع می‌کنیم. همگی بلند می‌شیم و به افتخار بیش از 1000 شهید قهرمان یک دقیقه کف می‌زنیم. خواهرمهری گرامی، با اجازه شما ما می‌خواستیم برنامه‌مون رو امروز با جوانترین مهمان جمعمون شروع کنیم تا بتونیم یک پیام خیلی قوی به همه جوانان ایران زمین داده باشیم. بله حتما، خیلی مشتاقیم بشنویم شما رو. سانیا نوجوانی از خطه گیلان زمینه، خطه میرزا کوچک‌خان و هزاران مجاهد و کانون شورشی که مدت کوتاهیه که مجبور به ترک ایران شده. از سانیای عزیز دعوت می‌کنم که به پشت تریبون بیادش. سلام، من سانیا هستم و 3 ساله که تو آلمانم. از وقتی که خیلی کوچیک بودم تو خونه بابام سیما می دیدم، مخصوصا آخرای هفته.
یه جورایی پای ثابت پیک شادی بودم و بعضی وقتا هم برنامه دیگه سیما رو که می دیدم متوجه خیلی حقایق می شدم که دور برم اتفاق می افتاد. به وسیله دیدن سیما چشم و گوشم باز می شد و زمانی که در مدرسه بودم یا توی جامعه می رفتم متوجه دروغ هایی می شدم که رژیم به خورد مردم می داد. و الان که بزرگتر شدم و توی دنیای آزاد هستم بیشتر درک می کنم چرا رژیم انقدر از برنامه های سیما وحشت دارد و خیلی هم وحشت دارد. خیلی هم تلاش می کند که مردم سیما را نبینند ولی خیلی ها یواشکی می بینند. برای همین باید همه دست به دست هم دهیم و هر طور که هست به سیما کمک کنیم. کمک های ما هر چقدر کم هم که باشه بازم خیلی با ارزشه. این روزها وقتی اخبار قیام آبان ماه رو از سیما می‌بینم که چطور پسرها و دخترای همسن و سال من با چه شدتی سرکوب میشن. با اینکه ایران نیستم یاد دوستان میافتم و دلم به درد میاد. با خودم فکر میکنم وظیفه ما اینجا چیه؟ من باید اینجا این رو بگم با دیدن این جنایت‌ها ما هیچ ترسی از رژیم و پاسدارانش نداریم و ما رو بی خود از دست و پا بریدن نترسونین. باید به آخونده بگم الان عصر ارتباطاته. گرچه شما هم مغزتون کشش اینو نداره که بفهمین ولی ما الان میدونیم شما تو داعش هست با مردم و جوانای همسن و سال من چی کار کردین. میدونیم بچه هایی رو که به خاطر یک کتاب و اعلامیه شکنجه و اعدام کردین. شماها فقط همین کار رو بلدین و میخواین مردم از شما بترسن. ما هم فقط یک چیز بلدیم، اونم مقاومت و شورشه. ولی نسل ما هیچ ترسی از شما نداره. تک تک ما جوانه یک بمب ساعتی هستیم و هر لحظه و هر جا در کمین شما نشستیم و تا حقمان رو که همان آزادی کشور عزیزمان ایران هست از شما نگیم دستبردار نیستیم. شما با قطع اینترنت، سانسور و دستگیری و شکنجه و اعدام کاری از پیش نمیبرین. شما با اینترنت یا بی اینترنت محکوم به نابودی هستین. مردم شورشی ایران، من همیشه قلبم با قیام میتبه چون من هم یک شورشی هستم. خامنه جلاد، آتش خشم خلق ایران تو را نشانه رفته. با تشکر از ثانیای شورشی و پیام شورانگیزش به جوانان ایران، با اجازه شما خواهر مهری، مهمان دوممون آقای علی یاری هستند از تهران شورشی و زیبا. بله. از شما خواهش. ما هم تشکر میکنیم از ثانیا و میشنویم مهمان بعدی رو. با یک درود و عرض سلام سفارشی بر دوستان اشرفی و کانون شورشی، آنگه سلام من به شما خلق مهربان با هر زبان و مذهب و با هر گرایشی. درود و سلام من به همه قیام آفرینان، همه مردم قهرمان ایران. درود به تمام شهرهای شورشی و درود میفرستم به شهدای قیام، به خصوص شهدای نیزارهای ماشهر. من علی هستم، یک سال از ایران اشغال شده خارج شدم. تصاویر قیام شما عزیزان رو در سیما دیدم و امیدوارم به زودی در کنار شما جشن پیروزی رو در ایران عزیزمون برگزار کنم. قطعه شعری سرودم که تقدیم میکنم به همه مردم قهرمان و شورشی ایران، به خصوص دوستداران مقاومت. مژده یاران که فصل نوبهاران میرسد، نوبت سرسبزی باغ و گلستان میرسد. کوچه های شهر غرق شور و قوغا میشود، مهر تابان رهایی بخش ایران میرسد. در مثل ها هست با یک گل نمی آید بهار، با گل مریم ولی قطعا بهاران میرسد. این همه رنج و شکنج و داغ و درد مادران با قدم های گل مریم به پایان میرسد. من یقین دارم که بعد از سال ها رزم و نبرد پیک شادی بخش آزادی به ایران میرسد. در یکی از روزهای خوب سال پیش روی عاقبت نوبت به فتح شهر تهران میرسد. سینه ها لبریز از شور و شعف، لبریز شوق، دادخواه خون یاران و شهیدان میرسد.
کوچه حال را گل ببندید و چراغانی کنید. اینک از مغرب نوید مهر تابان میرسد. میگشاید دفتری از عزت و آزادگی، نوبت آزادی جمع اسیران میرسد. میرسد فصل بهار و میرسد از ره نگار، دستگیر دردمندان و فقیران میرسد. کوچه ها لبریز خواهد شد ز شور زندگی، روزهای خوب آزادی عزیزان میرسد. شیر آهن کوه مردی پیشوای راه ماست، شک ندارم من وصال او به یاران میرسد. اختر بختش بلند است و الهی بیش باد، با گل مریم و او این غم به پایان میرسد. درود به همه شما خوبان. با درود به آقای علی یاری که با اشرف نشانها را به تعهدمون به شیر همیشه بیدار یادآوری کرد که با چنگ و ناخن و دندان به یقین مهر تابان رو به پایتخت شیر خورشید خواهیم رسوند و این شعر رو به کرسی میشونیم. مهمان بعدی ما از پایتخت شورش است، همان لقبی که رهبر مقاومت به شهر شیراز داد. خانم الهام از شهر شیراز، شهر شورشی، پیامی برای زنان قهرمان ایران که عزم جزم کردند ریشه آخوندها را بزنند. سلام بر تمامی کانون‌های شورشی و زندانیان سیاسی. من الهام هستم که 6 ماه از ایران به آلمان اومدم. من به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم به مردم غیور ایران و به خصوص شهر شیراز از این قیام پرشور را خلق کردن و به این آخوندهای دجال نشان دادن که جایی دیگر بین مردم ایران ندارن. مردم ایران از جان دل پیر و جوان به خیابان ها آمدن و از هیچ چیزی هراس نداشتن. صدای خود را به تمامی آخوندهای دجال رساندن و به رساندن. من برای کمک به همیاری به سیمای آزادی مبلغ 1000 یورو تقدیم می کنم به خاطر اینکه صدای مردم ایران را به تمامی جهان رساندن. با تشکر از خانم الهام و کمک ارزندهشون، مهمان بعدی ما از خطه خوزستان است، خطه شورش و قیام که در همه شهرهایش از شادگان و اهواز و ماهشهر و همه جای خوزستان لرزه به جان خامنه‌ای انداختن. از آقای پرهام خواهش میکنم که تشریف بیارن. با سلام و درود فراوان به خواهران و برادران اشرفی و اشرف نشانها و یک سلام و درود ویژه خدمت بچه های قیام که طی این روزهای اخیر تو ایران حسابی گل کاشتن، به خصوص کانونای شورشی که یک بار دیگر زمین رو زیر پای آخوندهای جلاد سست و لرزان کردن. حقیقتا توی این روزهای اخیر وقتی که فعالیت بچه های قیام و کانونای شورشی رو تو ایران می دیدیم خیلی دلمون برای داخل ایران بودن تنگ می شد، به خصوص وقتی که یکی از بچه های قیام فریاد می زد آقا آتشین می شود. به راستی که آقا و تمام رژیمش در طی این روزهای اخیر به شدت آتشین شدند و خیلی دوست داشتیم در رکاب کانونها و مردم شورشی و لشکرهای شورشی در کشور فعالیت میکردیم، ولی من مطمئنم که به زودی زود در کنار هم دیگه و به یاری هم و در پرتو مهر تابان آخوندها رو از ایران جارو میکنیم. و یک نکته دیگه هم که تو روزهای اخیر قبل از قیام به شدت به چشم خورد این بود که عوامل و مزدوران خودفروخته رژیم سعی داشتن که یک نکته رو به شدت روش تاکید بکنن، اونم اینه که مردم دنبال سرنگونی و انقلاب نیستن. مردم یه سری خواسته های معیشتی دارن و اصلا دنبال قیام و سرنگونی آخوندها نیستن. و خب باز هم داخل همین روزهای اخیر دیدیم که مردم با کانونهای شورشی و جوانان قیام یک تودهنی خیلی جانانه زدن به این قبیل افراد که دیگر سعی نکنن اذان عمومی رو تشویش کنن. و وقتی که مردم و کانونای شورشی و جوانان قیام به پشتوانه اشرف سه قلب تپنده قیام اینطور جانفشانی میکنن، رژیم را نه یک قدم که صدها قدم به سرنگونی نزدیکتر میکنن. اما ای بسا عده‌ای که با خیال واهی میخواهن روی خون جوانان به نون و نوایی برسن
و دوباره بساط سرکوب را برپا کنند، اینطور کورکورانه باید با آنها بگوییم که کور خوانده اید. چرا که ما یک قلب تپنده ای داریم به نام اشرف سه و یک رئیس جمهور برگزیده داریم به نام خواهر مریم مهر تابان که صاحب این قیام و این خون هاست. صدای همه مظلومان، مادران شهدا و اسیران در همه جای دنیاست و خاطرمان جمع است که اجازه نمی‌دهد حتی قطره ای از خون این شهدا نیز پایمال شود. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد آزادی، درود بر رجوی. و جادر اینجا تشکر کنم از یه تعداد از دوستان و هواداران که کمک‌های خودشون رو ارسال کردن. اینجا اسمشون رو میخونم: پرهام 150 یورو، ایمان 150 یورو، محمد 10 یورو، ستاره 10 یورو، نبی 30 یورو، آراز 200 یورو، سمیه 40 یورو، فرهاد رادمنه 60 یورو، آریا 30 یورو، فرزین 30 یورو، پوریا 20 یورو، توفیق 50 یورو. و پیام همه این دوستان هم این بود که میتپد قلب ما هر لحظه با قیام. با تشکر. با تشکر از پرهام عزیز. اینجا باید از خواهر مهری سوال کنیم که ادامه برنامه چطور پیش میره، به خاطر اینکه ما دوست داریم که در کنار اینکه در این برنامه با شما باشیم، شما به تماس‌های هم جواب بدیم تا کاراتون هم درست پیش بره. بله، اجازه بدید من تا همینجا تشکر کنم از همه دوستانی که صحبت کردن و همینطور از دوستانی که همیاریشون رو با سیمای آزادی اعلام کردن. شما میتونید یک نفر دیگه از مهمانان حاضر در اونجا هم صحبت کنن، بعد ما بپردازیم به تماس‌ها که هموطنان خیلی وقت پشت خط منتظره. تشکر از شما و عذرخواهی از هموطنانی که پشت خط هستند. تو این قسمت از برنامه از شهاب تقاضا میکنم که به پشت تریبون بیاد، برامون یه سورپرایزی داره که با هم بشنویم. بله. درود بر شما خواهر مهری. درود به همه مردم ایران، درود به پیشگاه خلق ایران، درود به همه کانونهای شورشی که شورش به پا کردن و شورشی عظیم به پا کردن و ما رو به آزادی ایران هرچه نزدیکتر. شهاب هستم، هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران. خواستم به مناسبت بزرگداشت شیرمرد لر حسین یا همون عبدالله لرستانی که با رزم بی امانش در مقابل انبوهی از سپاهیان سیاهی لرزه بر تن رژیم جانیان انداخت و درس جانانه‌ای به اونها داد، سرود دایه دایه رو تقدیم به حسین شهید و همه شهدای قیام کنم. حسین عزیزم، قسم به خون پاکت که راحت ادامه دارد. زین برگم بونید و مادیونم، زینم برگم بونید و مادیونم، خبرم بری تو سی حال و بو اونم به سی حال و بو بونم. دایا دایا وقت جنگ، دایا دایا وقت جنگ، قطار که ای بالا سرم پرشد شد، هنگه به پرشد شد، هنگه دخلا کرده به در شمشیر به دستش، دخلا کرده به در شمشیر به دستش، چی تلا برخ میزنه لقوم ار اسبش به لقوم اسبش. دایا 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 وقت جنگ، قطار که بالا سرم پرشد شد، انگه به پرشد شد، انگه برارونم خیلی هن هزار هزارن، برارونم خیلی هن هزار هزارن، دیت قاست خینم سر بر میاد، آرن به سر بر میاد، آرن. دایا دایا وقت جنگ،
دایه دایه وقت جنگه قطار که بالا سرم پرشت شد انگه به پرشت شد انگه دایه دایه وقت جنگه دایه دایه وقت جنگه مجاهد تا دم مرگ چی شیر می جد انگه به چی شیر می جد انگه تقدیم به شما خیلی ممنون